سلام، خوشگلا به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز با معرفی دوتا از مسخرف‌ترین و فاسدترین چهره‌های مجازی ایران خدمتتون اومدیم. خیلی خوشحالم که روی این ویدیو کلیک کردین. لطفاً تا آخرش با ما همراه باشید ببینیم این دوتا فاسد کیان. اول با پویان مختاری شروع میکنیم. ایشون متولد 8 مهر 69 در شهرستان ایزه خوزستانه، تحصیل کرده که فوق دیپلم، طرف فوق دیپلمه، رشته نقشه کشی صنعتی در دانشگاه اصفهانه. از موسیقی پاپ شروع کرد و وارد رپ بختیاری شد و الانم ساکن اسپانیا است. اما دومین آقازاده فاسدی که قرار بهتون معرفی کنیم ساشا صبحانیه. ساشا صبحانی متولد سال 67 در تهرانه، فارغ التحصیل لیسانس، طرف لیسانس داره، رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه UCAB ونزوئلا و از طریق سایت های شرط بندی و زندگی لاکچریش معروف شده. او معتقده که اگر نمیتونید پول در بیارید و نمیتونید زندگی کنید، برید بمیرید. خب چی شد که این ساشا صبحانی یهو معروف شد؟ نام ساشا صبحانی اولین بار در سال 91 با خبری به عنوان قتل سر زبان ها افتاد. ماجرا درگیری دو نفر در پارتی شبانه این آقازاده بود. در نهایت با فوت یکی از طرفین این ساشا رو روانه بازداشتگاه کردن، ولی پس از مدتی آزاد شد. خب پس از اینکه پویان مختاری یکم جیبش پر شد، به ترکیه مهاجرت کرد و گفت تو ایران نمیتونم زندگی کنم. در سال 98 هم با همون منشی نیلی افشار ازدواج کرد. پویان مختاری در ترکیه با سناریوهای از قبل نوشته شده و ایجاد حاشیه‌های مجازی در اینستاگرام برای خودش شناخته تر شد. در ادامه با راه اندازی سایت شرط بندی تونست یک منبع درآمدی برای خودش راه بیاندازه که هیچ وقت تموم نمیشه. خب خوشگله من، کم کم به آخر این ویدیو رسیدیم. پویان مختاری و ساشا صبحانی که میبینید، بیشتر این چیزایی که باش تبلیغ میکنن، زندگی لاکچری، ماشین لامبورجینی زرد میاره، پول پرت میکنه این ور اون ور، اینا اکثرشون اداره ایه. اینا رو اداره میکنن، میرن پول میدن، مثلا 1/100 مبلغش، 1/1000، 1/10000ش اداره میکنن، یه روز ویدیو میگیرن میذارن، شما میبینی اینا خیلی پول دارن، در حالی که اینا فقط منبع درآمدشون همون 500,000 تومان، 1,000,000 تومان چه سر هم جمع شد، هی از بچه ها پول گرفتن چه تهش الان دارن عشق و حال میکنن. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. لطفا نظر خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید و بگید که با حرفا موافق بودین یا نه. دمتون گرم.